عرض سلام و وقت بخیر خدمت حضار گرامی و تشکر از برگزار کنندگان این وبینار که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن تا با علاقمندان به هوش مصنوعی و روباتیک بتونم لحظاتی صحبت کنم. بحث امروز ما در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی در روباتیک خواهد بود. سعی میکنم به صورت کلی تر صحبت کنم و که در واقع طیف وسیعی از علاقمندان بدونن که چه کاری در این زمینه میشه انجام داد. من در حال حاضر در واقع در دانشگاه استفوردشایر انگلستان هستم و الان از اینجا در خدمت دوستان این وبینار رو ارائه میدم. تخصص اصلی من روباتیک و هوش مصنوعی هست و خوشحالم که میتونم این مطالب رو در خدمت شما در واقع ارائه بدم. امروز یه صحبت مختصری میکنیم در رابطه این که اصلا ربات چیه، ربات صنعتی چیه، ربات هوشمند چی هستش. بعد از معرفی اولی ربات ها میپردازیم به این که حالا چه کارهایی خود ما در ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در واقع توی زمینه هوشمند کردن ربات ها انجام دادیم. چند تا از پروژه های در دست اقدام یا تمام شده رو خدمت شما معرفی میکنم تا با جنبه های مختلفش آشنا بشید. خب اول یه توضیح بدم که ربات چی هستش. تعریف ربات یه خورده مبهمه، ولی در کل در تعریف ربات گفتن که ربات یک ماشین خودکار هستش. روی کلمه این ماشین بودنش تاکید میکنم. یعنی ما وقتی میگیم ربات، ما ربات‌های نرم افزاری هم داریم. منظورمون از ربات در این بحث به خصوص بحث امروز ربات‌هایی هستن که ماشین محسوب میشن، یعنی قطعات مکانیکی دارن، بدنه دارن، موتور دارن، سنسور دارن و فیزیک درشون وجود داره. و این ماشین‌ها باید پروگرامبل باشند، یعنی بتونید کاری که انجام میدن رو عوض بکنید و ربات باید بتونه چیزی رو یا خودش رو جابجا بکنه. این اصل جابجایی در اون شخصش خیلی مهمه تا ما اون اسمش رو بذاریم ربات، و باید بتونه کارهای مختلفی رو انجام بده. برای مثال شما ممکنه بگید که آیه یک فرض کنید پلوپز خودکار ربات هست. ما میگیم درست ماشین بدنه داره، فیزیک داره، سنسور داره، ولی چون چیزی رو جابجا نمیکنه، نه پلوپز ربات نیست. ولی اگه بپرسید ماشین لباسشویی چی؟ آیا ربات هست؟ ماشین لباسشویی دوباره بدنه داره، سنسور داره، موتور داره و یک چیزی رو هم حرکت میده. ولی باز اینو خیلی نمیتونیم ربات بگیم به خاطر اینکه اهداف دیگه ای رو نمیتونیم ازش در واقع داشته باشیم. فقط یک کار رو انجام میده و اون کار رو دائم انجام میده، یعنی قابل برنامه ریزی مجدد برای انجام کار دیگه نیست. پس بنابراین اینها ربات نیستن. اما اگر بگید یک خودروی خودکار، خودران در واقع، این نمونش مثلا خودروهای تسلا که آمده به بازار و خودروهای شاید 5-6 سال آینده همه به این سمت خواهند رفت، آیا اینها ربات هستن؟ اینها هم بدنه دارن، هم موتور و سنسور دارن، هم قابل برنامه ریزی هستن، هم این که چیزی رو میتونه حرکت بده در واقع و کارهای مختلفی میتونه انجام بده. بنابراین اون رو ما جز دسته ربات ها قرار میدیم. بنابراین این تعریف ما از ربات. اما اصلا ربات ها چرا به وجود اومدن؟ واقعیتش اینه که ربات یه داستان خیلی جالبی داره. بعد از جنگ جهانی دوم که نیروی کار توی دنیا خیلی کم شد، ربات رو اختراع کردن که در واقع جایگزین نیروی ماهر بشه. عکسی که در واقع از ربات تو شکل میبینید یک بازوی صنعتی، اصلا اسمش بازوه چون اومده جای بازوی انسان رو بگیره و بهش در واقع روباتیک آرم یا منیپولیتر گفته میشن. تو کارخانجات به خصوص کشورهای صنعتی زیاد استفاده میشه. استفاده از ربات باعث در واقع کاهش هزینه تولید میشه. یعنی شما هر چیزی رو بخواید در ابعاد خیلی زیاد تولید بکنید دیگه از عهده کارگر بر نمیاد، به مجبور هستید که به جاش یک ربات صنعتی بذارید.
برای مثال کشور ژاپن چند سال پیش دومین تولید کننده دنیا بود، دوم اقتصاد دنیا بود، در صورتی که مساحتش یک پنجم ایرانه و جمعیتش البته دو برابر ایران هست. اینکه ژاپن میتونست این همه تولید داشته باشه به خاطر این بود که بهش میگن پادشاهی رباتیک، برای هر کاری از ربات استفاده میکنن که بتونن این حجم از تولید رو داشته باشن. خودم یه کارخونه ای از تویوتا رو، یکی از کارخونه‌هاش رو رفتم، واقعا وحشت انگیز بود. یعنی حجم ربات‌ها به صورت میتونم بگم یک جنگلی از ربات‌های صنعتی بودن که با یک نظم وحشتناکی در با هم با یک هارمونی خیلی بالایی داشتن کار میکردن، اصلا قرار گرفتن در بین این موجودات غول‌پیکری که داشتن در ثانیه ده ها خود رو تولید میکردن، واقعا حس خیلی عجیب غریب بود، انگار مثلا رفتی یک دنیای دیگه. ولی خب تویوتا نمیتونه اولین تولید کننده خود رو دنیا باشه مگه اینکه ربات صنعتی داشته باشه. کارهایی که ربات های صنعتی میکنن بیشتر جوشکاریه که کار سختیه، دقت میخواد و خب خیلی خطرناکه برای بشر. رنگ کاریه که باز از لحاظ تنفسی مشکله و باز کار خیلی دقیقیه. شما علتی که میبینید تویوتاها اینقدر رنگشون براق و جالب و یک دست است به خاطر اینکه خب ربات رنگش میکنه. اگه آدم بخواد رنگ کنه نمیتونه با اون نظم و با اون دقت که خودرو رو رنگ کنه. حتی بگم خودروسازان ما هم الان از ربات حداقل برای رنگ کاری میدونم که استفاده میکنن، برای کارهای دیگه هم استفاده میکنن. یعنی ما هم اگه بخوام یه روز 10 میلیون تا خودرو تولید کنیم حتما باید ربات صنعتی داشته باشیم. این ربات های صنعتی ویژگیش اینه که در محیط های بسیار کنترل شده کار میکنن. یعنی مثلا همین کارخانه تویوتا که گفتم در خیلی ساعات شبان روز کلا چراغاش خاموشه، یعنی کسی اونجا قرار نیست اصلا آدم بره، ربات هم که نیازی به چراغ نداره و محیط کاملا سیف، کسی واردش نمیشه، چیزی عوض نمیشه. یعنی ربات امروز این کار انجام میده، فردا همون کار انجام میده. درسته برنامه ریزی شده است ولی کارهاش تقریبا تکراریه و دقیقا میدونه که چه کاری رو باید انجام بده، چه قطعه کجا هست، کجا رو باید جوش بده. به میگن در واقع محیط کنترل شده. خب این ربات های صنعتی برای سالیان سال بودن و تصور ما از ربات اینه. ولی الان یه شیفت پارادایم در واقع استفاده به وجود اومده، به این ترتیب که یه تحولی در هوش مصنوعی به وجود اومده که اجازه میده ما ربات ها رو از کارخانجات بیاریم بیرون و در محیط عادی زندگی استفاده کنیم. تا قبل از این ما نه سنسورشو داشتیم، نه قدرت برنامه نویسیشو داشتیم، نه کامپیوترشو داشتیم، ولی الان این امکان به وجود اومده که ربات ها غیر از کارخونه توی خونه هم قابل استفاده باشن. این یه مفهوم خیلی خیلی در واقع جدید هست و فضا رو برای کار رباتیک بسیار گسترده میکنه. حالا الان توضیح میدم که چه در واقع امکاناتی برای ما خواهد داشت. در واقع همون که گفتم این پارادایم شیفت که ما از ربات صنعتی برسیم به ربات خودکاری که در محیط‌های عادی حرکت کنه، ما رو با چند تا در واقع مسئله خیلی سخت مواجه میکنه. اول اینکه وقتی شما یک ربات رو میخواد بیارید توی خونه یا محیط‌های عادی، دیگه این محیط‌ها مهندسی شده نیستن یا کمتر مهندسی شده هستن نسبت به در واقع یک کارخونه صنعتی. بنابراین اگر ربات بخواد اینجا کار کنه، دیگه مثل ربات صنعتی فقط یک کار تکراری انجام نمیده، باید سطح بسیار بسیار بالایی از هوش مصنوعی داشته باشه. تقریبا در اکثر موارد باید قدرت بینایی داشته باشه، چون همونطور که انسان میدونید که 90% اینفورمیشن ما از بینایی میاد، برای ربات های هوشمند هم همین خواهد بود. اکثر پردازش اطلاعات اونا به وسیله اطلاعاتی خواهد بر روی اطلاعاتی خواهد بود که از دوربین میاد. بنابراین شما نیازمند به الگوریتم های پیچیده کامپیوتر ویژن هستید. الان در چند سال اخیر این امکان فراهم شده با معرفی
شبکه‌های عمیق و انواع شبکه‌های عصبی مختلف که یک سطح خوبی از کامپیوتر ویژن در اختیار روباتیک قرار بگیره. از طرفی برنامه‌ریزی این ربات‌ها برای حرکت در محیط‌های غیرمهندسی شده خب کار سختی بوده. اینها هم در واقع برنامه‌ریزی ربات هم تا حد زیادی الگوریتم ها و مسائل حل نشدهش حل شده. میگم تا حد زیادی، هنوز 100% نیست، خیلی مسئله ها هنوز باقی مونده. و سنسورهای مختلف، سنسورهای ارزان قیمت زیادی برای ربات ایجاد شده. مثلا یه سنسوری مایکروسافت ساخت به اسم کینکت برای بازی ساخت. این سنسور رو حدود مثلا $100 قیمت گذاشته بود. خب اصلا فکرم نمیکرد که این به درد روباتیک بخوره، ولی از وقتی که این معرفی شد و بعد خب حالا توسعه ام داده شد، یه دفعه دنیای روباتیک عوض شد. یعنی شما سنسوری که تا الان میخریدی $3000، یه دفعه میخری $100. بعد وقتی $100 میشه، دیگه اپلیکیشن های خیلی زیادی رو میشه باهاش حل کرد. یا سنسورهای لیزری که ما داشتیم، مثلا یه سنسور لیزر $10,000 قیمتش بود، الان به لطف در واقع چینی ها و تولید انبوهی که اینها برای ما میکنن، این سنسورهای لیزر روی چند صد دلار قیمتش اومده پایین. بنابراین تو خیلی از اپلیکیشن ها قابل استفاده است. اینترنت و شبکه به حال 4G و 5G و کامیونیکیشنی که به وجود اومده، همه اینها خلاصه اینه که فضا رو برای اینکه ما ربات های هوشمند رو در محیط های غیر مهندسی شده استفاده کنیم چیکار کرده؟ فراهم کرده. در واقع یه ویژگی جالب ربات‌های هوشمند این هستش که اپلیکیشنش محدود به تخیل انسانه. یعنی شما هر جا رو تخیل کنید براش یک اپلیکیشن رباتیک از ربات هوشمند میتونید داشته باشید. همین دیروز من دیدم که یه در واقع ربات جراح تونسته بود عملی رو که یه جراح خیلی خیلی ماهر میتونه انجام بده، بهتر از اونها بدون در واقع هیچ گونه مشکلی تمام کنه. یعنی اینو بهتون بگم، اونقدر الان رو ربات های جراح کار میشه و سرمایه گذاری های ما فوق تصور من شما روش انجام میشه که وحشتناکه. یعنی ربات هایی میسازن که در آینده بسیار نزدیک تمام جراح ها رو بیکار خواهد کرد. یعنی جراح فقط میخواد بشینه پشت ربات دکمه بزنه و کارش رو انجام بده. تا خودروهای خودران که دیگه آمدن و ما پولش رو نداریم، اگه پولش داشته باشیم الان میتونید بخرید و رانندگی هم نکنید، بشین پشتش، ما اونها رو هم ربات میدیم. تا جنگ های آینده، الان حتی داعش جنگ هایی که تو سوریه میکنه با استفاده از ربات انجام میده. حالا نمیگم آمریکا یا ایران یا کشورهای پیشرفته، در حد داعش الان اینها دارن از ربات توی جنگ ها استفاده میکنن. و شما هر چیزی رو که نام ببرید، هر چیزی رو که نام ببرید، از کشاورزی گرفته تا نمیدونم جابجایی سلول، ما حالا خودمون تو دانشگاه رو پروژه‌ای داریم که سلول رو با ربات جابجایی میکنیم، تا ربات‌های فضایی و غیره. همونطور که گفتم، کاربرد ربات اگر روش مصنوعی قاطیش بشه میشه چی؟ میشه بی‌نهایت و غیر قابل در واقع تصور. یه سری محدودیت البته وجود داره. یکی از محدودیت‌هایی که هنوز شما ممکنه بگید که شما که این همه داری با هیجان میگی ربات همه جا خواهد بود و چرا ما نمیبینیم، بحث قیمتشه. یعنی ربات ها هنوز که هنوز موجودات گران قیمتی هستن. یعنی یه خودروی رباتیکی که الان فرض کنید ساخته شده، 2 یا 3 برابر حداقل یه خودروی عادی قیمتش، که بخشش مربوط به سنسوراشه که اضافه شده بهش، بخشش هم مربوط به هوش مصنوعی که روش اومده. بنابراین ربات درست هر کاری خواهد انجام داد، انجام خواهد داد، ولی این لازمش پرداخت هزینه‌شه که از عهده هر کسی بر نمیاد. مثلا شما یه جاروبرقی عادی رو میتونید با نمیدونم $100 بخرید، ولی یک جاروبرقی رباتیک که الان خیلی هم وفور داره، خوبش رو، یعنی معادل مثلا همون
جاروبرقی 100 دلاری رو از لحاظ سازنده و کیفیت شما حداقل باید 500 دلار براش پول بدید. خب اینا مشکلاتیه که حل میشه. یه نکته ای رو فقط چون حد میزنم بیشتر شما دانشجوی یا علاقمند رشته کامپیوتر باشید که در این جمع هستید بگم که اتفاق جالبی افتاد. یعنی روباتیک اول تو دانشکده مکانیک به وجود اومد، چون باید اکچویتر میساختن و مشکلات مکانیکش حل میکردن. بعد به تدریج دانشکده های برق، در واقع رشته های برق حاکم شدن بر روباتیک، چون دیگه بحث کنترل و کنترل خودکار و اینها به وجود اومد. بعد الان فضاییه که دیگه مسائل مکانیک و مسائل برقی ربات رفتن کنار، فقط کامپیوتر ساینسه که میخواد هوش مصنوعی رو تحمیل کنه به این ربات‌ها. یعنی ما فرض میکنیم که بالاخره یکی قسمت مکانیک و برقشو چیه میسازه، یعنی چیز جدیدی برای ریسرچ یا انجام دادن به اون صورت وجود نداره و اون رو فرسوده فرض میکنیم. حالا میگیم که این ربات رو داریم و میخواهیم که چیه هوش مصنوعی رو بهش اعمال کنیم. این خلاصه از این که الان رباتیک کجا هستش. منطقه چه کارهایی میشه کرد؟ کار خیلی زیاد میشه کرد، چون وقتی که اپلیکیشنش بی نهایته، کارهایی هم که باش میشه کرد بی نهایته. من برای اینکه یه دیدی دوستان پیدا کنن که چه کارهایی میشه انجام داد، یه سری کارهایی که خودمون در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در واقع انجام دادیم براتون آوردم. برای نمونه یکیش گراسپینگ هست که شما وقتی یه ربات دارید میخواد توی خونه مثلا این وسیله رو ورداره، باید بدون از کجای وسیله بگیره. شما الان یه مداد رو ببینید میدونید از کجا باید بگیرید، یه شونه رو ببینید میتونید بفهمید کجا بگیرید، بطری رو تشخیص میدید که از بالا بگیرید یا از پایین. خب ربات هم اگر دست داشته باشه، گفتم ما فرض میکنیم دست دارد، یعنی یکی مشکل دستش رو مکانیک و برقش حل کرده، حالا اینو به ما دادن میگن که آقا این نگاه کن به این شی ببین که چطوری میتونی این رو برداری. ما خب با هوش مصنوعی در واقع یک شبکه عصبی عمیق ترین کردیم که همونطور که تو عکس میبینید با نگاه کردن به شکل‌های مختلف میتونه محل برداشتن این رو تشخیص بده. تکنولوژی هم که پیچیده نیست، یه ویژن میخواید شما و یک شبکه در واقع عصبی عمیق و به اندازه کافی دیتا که اینها رو چیکار کنید ترین کنید و این بتونه دیتا های ترین شده و ترین نشده، آموزش ندیده رو هم بتونه چیکار کنه برداره. شما نگاه کنید این فقط یک قسمت کوچیک از کار یک ربات خواهد بود که برای، یعنی تقریبا میگم تک تک کارهایی که این ربات انجام میده شما نیازمند به یه شاخه ای از هوش مصنوعی خواهید بود. این یکی از اینها هستش. یا این هم باز یه پروژه‌ای بود که البته پروژه صنعتی هستش که ما برای سایپا انجام دادیم، باز بچه‌های دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر اون انجام دادن. اینها یک رباتی داشتن که این باید میمد شیشه های تیبا رو ور میداشت و نصب میکرد تو فریم بدنه خالی در واقع تیبا توی کاشان. از ربات رو فرانسوی ها آمده بودن نصب کرده بودن، به خاطر تحریم ولش کرده بودن رفته بودن، بچه ها رفتن و خوشبختانه تونستن قسمت ویژنش رو را بندازن. که اینجا ما نیاز به کار ویژن داشتیم که دقیقا برداشتن البته شیشه کار ویژنی یا هوشی نداشت، چون شیشه ها همش معلومه کجا هستن، شما محیط کنترل شده است ور میداری، ولی اون بدنه ماشین به خاطر اینکه ریل میومد و میلرزید و جاش ثابت نبود، اینو باید با کامپیوتر با دقت بسیار بالایی، با دقت خیلی بالایی که 8 تا اونجا ما دوربین داشتیم که از جهات مختلف در واقع اندازه‌گیری ها رو بتونه انجام بده، محل دقیق در واقع اون شکاف محل شیشه عقب و جلو رو تشخیص بده و این رو ببره و نصب کنه که خوشبختانه با موفقیت انجام شد. باز چه هوش مصنوعی اینجا لازم بود؟ بیشتر کار البته ویژنی بود، چون محیط نسبتاً باز کنترل شده بود. ما با در واقع کار ویژنی و تشخیص دقیق محل تونستیم این کار رو انجام بدیم.
یه پروژه دیگه ای رو باز در بچه های دانشگاه انجام دادن، این برای خارج از کشور برای ژاپنی ها بود که ربات انباردار بود. به بس سر اینی که مثلا در ایام کریسمس یه دفعه یا سال نو یه دفعه شرکت های مثل آمازون یا مشابهش تو ایران مثلا دیجیکالا یه دفعه حجم سفارش بسیار بسیار وحشتناک زیادی میگیرن که باید توی مدت کمی طرف هدیه گرفته، خب باید سال نو تحویل بده، این هدیه رو تحویل بدن. برای این کار ما خب اینا معمولا کارگر استخدام میکنن به صورت فصلی، ولی خب خیلی سخته. کارخانجات بسیار بزرگ مثل آمازون شاید دیده باشید، تقریبا تمام این کاراشون رو روباتیکی کردن، ولی کارخانجات کوچیک، شرکت هایی که سفارش میگیرن، اینقدر امکانات ندارن که مثل آمازون مثلا همین کارا رو روباتیک کرده باشن. کاری که ما در این پروژه از ما خواسته شده بود، در سفارش گرفته بودیم، این بود که یه کارگری در واقع تو انبار حرکت میکرد و جاهایی که سفارش لازم داشت وامیستاد، یه جعبه رو ور میداشت میذاشت پشت ربات. ربات ما وظیفش این بود که این کارگر رو تشخیص بده، دنبالش را بیفته. اینکه مثلا یه سگ انسان رو تعقیب میکنه، این هم هر جا که این کارگر میرفت حرکت میکرد، با یه فاصله امنی کنارش وامیستاد و این کارگر میرفت در واقع قطعات رو از انبار انتخاب میکرد، میذاشت روی ربات، بعد آخرم یه دستور میداد، ربات میبرد مثلا یه جایی که باید بسته‌بندی بشن تحویل میداد. این تشخیص انسان کاری بود که با هوش مصنوعی انجام شد. بعد حرکت کردن در اینجا بس خیلی سختی بود، آدم به راحتی میبینه که از کدوم راه رو باید بره. ما باید پیشبینی میکردیم که الان مثلا این سر اون سراحی که رسیده قصد پیچیدن داره، که ربات ما هم بتونه قبل از رسیدن به اون محل، چون ربات نسبتا بزرگی بود، به اندازه کافی مانور بتونه بده برای پیچیدن. بنابراین تشخیص حرکت در پیشبینی نوع رفتار آدم باز کاری بود که با هوش مصنوعی انجام داده شد. بعد خود حرکت بین این شلفا اصلا کار ساده ای نبود، چون ربات ما بزرگ بود و باید مانور میداد. خب سنسورهای لیزر زیادی براش نصب شده بود، با لیزر در واقع تشخیص میداد و ما بالاخره تونستیم ربات رو آموزش بدیم با باز الگوریتم های هوش مصنوعی که بتونه به راحتی داخل این قفسه هاش کار کنه، حرکت کنه. که خوشبختانه اینم پروژه خیلی موفقی بود و الان هم در حال استفاده هستش. کار دیگه‌ای که باز این برای دوای تعاونی مرغداری در ایران خواسته شده بود، البته این طراحی شد و انجام داده نشد، این کار این بود که ما برای مرغداری‌ها در واقع که تمیز کردن اینها نیاز به کار خیلی زیادی داره و اصلا یکی از دلایلی که مرغ در ایران گران هستش اینه که تلفات مرغ بالاست به خاطر عدم رعایت بهداشت، عدم تهویه مناسب و خیلی خیلی مسائل دیگه، که وجود یک رباتی که بتونه دائم در داخل این مرغداری ها حرکت بکنه بدون اینکه مرغی رو زیر بگیره و صدمه بزنه به مرغ های در حال حرکت و بتونه محیط رو تمیز بکنه، بعد بتونه احیانا مرغ های مرده رو تشخیص بده که مثلا اینها قبلا مردن و اطلاع بده حداقل، و یه سری کارهای دیگه، کنترل درجه حرارت و رطوبت و اینها، که این البته تو دنیا وجود داره، ربات انجام میدن و ما هم طراحی کردیم البته نساختیمش. این ربات یه نمونه از رباتای کشاورزی هستش. ما فیلد کشاورزی به خصوص در کشورهای صنعتی چون فیلد سختیه و کارگر کم دارن، از زمینه‌هایی که به شدت نیازمند استفاده از چی هستش، ربات هستش و ربات هوشمند. این محیط واقعا غیر ساختاری یافته و کنترلش هم خیلی سخته، چون جوجه ها همینجوری از سرکول ربات بالا میرن و ربات باید خیلی حواسش باشه که صدمه‌ای نزنه.
اینجا هم نوشتم obstacle detection، یعنی تشخیص مانع و زیر نگرفتن خودش یکی از چالش هاست که برای حل شما باز نیاز به الگوریتم های تشخیص، تشخیص مثلا مرغ، تشخیص فاصله و حالا اینکه چجوری دورش بزنی که بتونی از کنارش بگذری و این مسائل رو داری. بحث بعدی که این رو هم با یه دانشگاه فرانسوی در واقع در حال انجامش هستیم و انجام دادیم در واقع فازهای مختلفش رو، بحث حضور از راه دور هستش که تصادفاً خورد به داستان کرونا و قضیه رو جالبتر کرد. بحث اینه که خب تو کرونا دیدید که یه دکتر خواست مریض رو ببینه، خودش وحشت داشت که آلوده نشه. حالا اگر ما بتونیم به جای پزشک در واقع یک ربات رو بفرستیم بالای سر مریض، همین که تو شکل میبینید مثلا ربات هایی هستن که تصویر پزشک رو نشون میدن به مریض، همینطور تصویر مریض رو منتقل میکنن به در واقع دکتر و دکتر میتونه در واقع این رو داشته باشه. البته فقط محدود به این پزشک نیست، تو کاربردهای خیلی زیادی میشه تلپرزنس رو استفاده کرد. این ربات ها معمولا با دست از راه دور کنترل میشن. ایده ای که وجود داشت اینه که یه دکتر که کنترل ربات یاد نگرفته، ما بتونیم در واقع رفتارهای یه پزشکان رو مطالعه و مدل بکنیم به نوعی که این ربات ما از یعنی طوری حرکت کنه که انگار پزشکه وارد میشه. مثلا میگم یه پزشک اگر وارد اتاقی میشه که سه تا تخت تو اون قرار دارن، کجا میره با میسته؟ پای بیمار یا کنار سر بیمار، سمت چپش، سمت راستش؟ اینها رو اگر ربات ما از قبل یاد بگیره و پزشک فقط کافی ربات رو ببره تا دم در اتاق، بقیهش رو این ربات به صورت هوشمند خودش با استفاده از اون الگویی که از این پزشک یاد گرفته بقیهش خودش بده که هدایت این ربات ها که کار نسبتاً سختیه برای پزشک راحت میشه. پس کار دیگه که باز این کار رو هم در دانشگاه امیرکبیر انجام دادیم و هم در با همکاری دانشگاه بیرمنگام الان داریم ادامش میدیم، در واقع جابجایی سلول زیر میکروسکوپ هست. حالا این سلول البته سلول نیست، اینها اسپرم هستن که برای بارداری در واقع و لقاح مصنوعی استفاده میشن که این اسپرم ها رو بشه تشخیص داد، به صورت خودکار بهترینش رو شکار کرد و برای عمل لقاح مصنوعی استفاده کرد که باز هم بحثای در تشخیص سالم بودنش یه بس خیلی پیچیده ایه که از روی شکلش، از روی نحوه حرکتش که همین ها با هوش مصنوعی انجام میشه، ما باید بتونیم این رو تشخیص بدیم و انجامش بدیم. خب از کار دیگه ای که در واقع باز انجام شده، ساخت یک ربات آموزشی بود. این برای بانک کشاورزی در ایران ساخته شد که یک ربات انسان نما که در واقع به کمک معلم میومد یه سری مفاهیم آموزشی رو به بچه ها منتقل میکرد. این ربات قابلیت درک برخی جملات و مکالمه با در واقع دانش آموزان رو داشت و حالا یه سری کارهای از پیش تعیین شده رو هم انجام میداد. آنچه که هوش مصنوعی در این ربات میتونه انجام بده بسیار بسیار زیاده. اولین کاری که باید انجام بده بحث مکالمه است، اینکه ما چطوری اینو حرکت بدیم، باز با هوش مصنوعی حرکتش میدیم، چطوری آدمها رو تشخیص بدیم. این ربات میتونست بچه‌هایی که جلوش هستن تشخیص بده، چهرهشون رو به خاطر بسپاره که اونها هم با هوش مصنوعی انجام میشه. ولی نقطه ضعفی که به حال داشت و شاید باعث شد خیلی این استفاده نشه این بود که هنوز ما در مکالمه با ربات مشکل داریم. ربات ما یعنی ارتباط با ربات خیلی ساده انجام نمیشه. ربات دیگه ای که به اسم ربات پپر مشهور هست، این رو هم باز در دانشگاه امیرکبیر انجام دادیم
که این هم باز همینطور مثل ربات قبلی بحث مکالمه و تولید مکالمه با ربات جزو صورت مسئله های هوش مصنوعی هستش. ممکن بعضی از شما به پردازش زبان های طبیعی علاقمند باشید، فیلدیه که برخلاف ویژن که خیلی از مسائل توش حل شده، بحث پردازش زبان های طبیعی هنوز چلنجه. یعنی ما هنوز سیستمی که بتونه به راحتی با ربات مکالمه بکنه به وجود نیامده. البته شما مدل های تجاریش مثل سیری و الکسا اینا رو دیدید، ولی اینا هنوز جا داره که توی ربات ها اونقدر کوچیک و ارزون بشه که یک ربات بتونه مجهز بشه. ولی اگر روزی این سیستم ها حل بشن، یعنی امکان مکالمه با ربات به راحتی فراهم بشه، اون روز روز انفجار رباتیک در جامعه خواهد بود. یعنی شما مطمئن باشید هر جا برید یک ربات رو خواهید دید، چون دیگه جزی از جامعه و آدم ها محسوب خواهد شد. من حالا موارد دیگه ای رو میگم که حالا مثلا این بحث ربات های نرم هست که این هم باز در پژوهشگاه رباتیک دانشگاه امیرکبیر در حال انجام هست. داستان اینه که شما اگه یک ربات ساختید و این ربات بخواد با انسان در واقع در زندگی کنه، این ربات اگر از آهن ساخته شده باشه، یه افتادنش رو آدم روی بچه میتونه کلی صدمه هم به ربات بزنه هم به آدم. اینه که صحبت بحثی این هستش که ما بتونیم اکچویترهایی بسازیم که سافت باشن، مثل از سیلیکون یا ژل ساخته شده باشن، که ما بتونیم ربات های نرمی داشته باشیم. که این فیلدم فیلد بسیار جذاب، بسیار پرکاربرده، ولی خب بیشتر جنبه های مکانیک ساختش رو داره و کنترل و شبیه سازیش رو تا هوش مصنوعی توش وجود داشته باشه. از ربات های دیگه ای که حالا بسیار زیاد ما روش کار کردیم، ربات های امدادگر هست که بتونن در محیط هایی مثل محیط های بعد زلزله و حوادث طبیعی استفاده بشن. در کشور ما هم که هر روز خدا یک حادثه توش هست، ساخت و استفاده از این ربات ها میتونه بسیار مفید باشه. اینجا هم تا دلتون بخواد بحث هوش مصنوعی توش مطرح هستش. یه ربات دیگه هم باز ما روش کار کردیم برای بازرسی لوله ها بوده، که هم بحث مکانیکی داشت و هم بحث سنسور. یعنی برای این ربات مجبور شدیم سنسورهای جدید اختراع کنیم و هم بحث هوش مصنوعیش. از جمله پروژه‌هایی که کاملا هوش مصنوعی هستن و مستقل از در واقع پلتفرم میشه بهش نام برد، میشه مثلا به لارج اسکیل اسلم استفاده کرد که الان به عنوان پروژه دکترا در واقع در دانشگاه امیرکبیر ما ازش استفاده به اصطلاح پیاده سازیش کردیم، که بحث اسلام اینه که ربات وارد یک محیط میشه، همونطور که شما وقتی وارد دانشگاه میشید هیچ جا رو نمیشناسید، ولی بعد از یک هفته همه جا رو میشناسید. ربات بتونه وارد یک شهر، یک جنگل، یک کره دیگه، یک ساختمان دیگه بشه و بتونه چیکار کنه، محیط هایی که ندیده رو بشناسه، نقشه‌اش رو تهیه کنه و در واقع اونجا بتونه با این نقشه‌ای که تهیه کرده حرکت کنه. خب من رو کاربرد های دیگه هست، خلاصش میکنم که خیلی خستتون نکرده باشم. سعی کردم در این ارائه در واقع یه توضیح مختصری در رابطه با اینکه ربات چی هست و چرا انقدر جذابه. در مورد جذابیتش اینه بگم که آقای ایلان ماسک هفته پیش بود فکر کنم من تو اخبار دیدم اعلام کرده بود که اولویت ساخت ربات برای شرکت ایشون بیشتر از اولویت ساخت خودروی خودران هستش. این بشر رو هرچی دست بذاره به حال یه تحولی اونجا ایجاد میکنه. امیدواریم در 2000
22 در واقع امسال که هدف گذاری کرده توی ساخت ربات هوشمند، یه تحولی رو شاهد باشیم. خب من از شما تشکر میکنم به خاطر صبر و حوصله که در واقع حرفای منو گوش کردید. اگر سوالی هست من در خدمت هستم. میتونید هم از طریق ایمیلی که اینجا میبینید بعدم برام بفرستید اگر نکته ای سوالی داشتید، و الان هم اگر سوالی هست که خوشحال میشم بفرمایید. صدای بنده رو داری؟ بله بله بفرمایید. بله ما الان تو قسمت سوال ها دوستان سوالاتی که خدمت شما می‌پرسم که حالا مد نظرتون رو بفرمایید. بله بفرمایید. که دوستان پرسیدن که ما چطوری میتونیم تو پروژه ها همکاری داشته باشیم. ببینید این سوال رو حالا من یه جور دیگه خودم بگم، چون خیلی از بچه از من میپرسن یه استاد ما میخوام ربات کار کنیم از کجا شروع کنیم. واقعیت چینه که ساخت ربات پول میخواد، خیلی گرونه، خیلی گرونه. مثلا ما یه دفعه یه ربات میسازیم $20,000 اندازه مثلا کف دست. خب $20,000 شما میتونید بری یه ماشین گنده بخری. خب ولی $20,000 خب واقعا پول سنگینیه، چیزی نیست که افراد بتونن مثلا خودشون با هزینه خودشون کمک پدرشون تهیه کنن. من کسی که میخواد ربات کار کنه، اولین کاری که باید انجام بده این هستش که به یک تیم تحقیقاتی که الان در حال انجام این کار هست ملحق بشه. حالا این تیم تحقیقاتی کجاست؟ تیم تحقیقاتی ما توی دانشگاه ها عمدتاً داریم. توی دانشگاه مثلا امیر کبیر، ما تو هر دانشگاهی برید یه تیم تحقیقاتی روباتیک وجود داره. من بهتون بگم چون کار کردن ربات کار سختیه، اگر تخصص و پشتکارش رو داشته باشید قطعاً میتونید یک تیم رو پیدا کنید که شما رو با آغوش باز بپذیره. خب شروعش هم از دانشگاه هاست، چون ما تو دانشگاه مثلا دانشگاه خیلی خوبی داریم، ولی دانشگاه خوبی که خیلی هم پشت و کار داشته باشن و حوصله و وقت بذارن یک ربات رو بسازن و بازار رو برکت کنن خیلی زیاد نداریم. بنابراین حتی اگر کسی از بیرون دانشگاه بیاد و بخواد عضو تیم ها بشه ما ازش استقبال میکنیم. حالا اگر علاقمندی بود سیویشو به همین ایمیل من بفرسته، من جواب میدم. بله حتما ما دوستان الان ایمیل شما رو برای بچه‌ها در لایو استریم قرار میدن که بتونن دوستان به شما ایمیل بزنن و باهاتون در تماس باشن. یکی از سوالات دیگه که دوستان بیشتر پرسیدن این هستش که چطور میتونن توی پی بی ادمین ها پرسن این هست که چطور میتونن به قولی مسیر خودشون رو پیدا کنن تو رباتیک و بفهمن که حالا چه گرایشی رو دوست دارن یا تو کدوم قسمت میتونن فعالیت داشته باشن. ببینید شما، ما متاسفانه الان نداریمش. قبلا توی رشته کارشناسی رشته روباتیک بود که میتونستن برن و تحصیل کنن. ببین روباتیک سخته، اگه تحصیلات مرتبط نداشته باشید کار کردن توش خیلی سخت میشه. برای اینکه تحصیلات مرتبط داشته باشید یا مکانیک بخونید یا برق بخونید یا کامپیوتر یا روباتیک. تو مقطع فوق لیسانس الان من میدم روباتیک هست، میتونید با هر لیسانسی که دارید در واقع توی روباتیک شرکت کنید و روباتیک بخونید. اگر از لیسانس میخواید شروع کنید یکی از این گرایش ها رو بخونید. شما مثلا مکانیک بخونید میتونید به دانشکده با استادی که رشتش روباتیکه کار روباتیک انجام بدید. صنایع هم البته بخونید، اونجا هم شما میتونید یه پروژه روباتیکی انجام بدید. بنابراین صنایع، کامپیوتر، حتی ریاضی، مثلا ما خیلی از مسائل روباتیکی ما
قبل از این که اصلا تو فیزیک عمل پیاده بشه باید تو کاغذ در واقع حل شده باشه که بچه ریاضی هم میتونن چیکار کنن بخونن. ولی خب پروژه چی بردارن؟ پروژه روباتیک بردارن که استفاده بشه. یه خوبی روباتیک اینه که مولتی دیسیپلینه. شما حتی میخوام من اگه زبان شناسی هم بخونید، ریشه زبان بخونید، هم میتونید بیاید برای ربات‌ها تحقیق کنید که چطوری باهاش مکالمه بشه. یعنی حتی اگر مثلا میگم ما در روباتیک شما اگر فرض کنید رشتتون شیمیه، میتونید روی ساخت پوست ربات فعالیت کنید. یعنی اصلا فعالیتش بیشتر اون پروژه ربط داره، به رشته خیلی مرتبط نیست. مثلا میگم دوستانی که هوافضا هستن فرض کنید، میتونن روی ربات پرنده کار کنند. دوستانی که معدن میکنن میتونن روی ربات معدن کاوی کار کنند. یعنی همه اینها فضا وجود داره. ولی خب رشته های مثل مکانیک و برق اینها خب خیلی راحت تر هستش تا مثلا شما اگه معدن باشید، شاید پیدا کردن استادی که روباتیک بهتون کمک کنه سخت تر باشه تا دانشکده برق. خیلی متشکرم از توضیح جامعی که دادین. امیدوارم که دوستان به پاسخ سوالشون رسیده باشن. یکی از سوالای دیگه ای که پرسیدن این هستش که امکانش از کاربرد روباتیک رو در علوم فضایی هم لطف بفرمایید. ببینید اتفاق کاربرد روباتیک در فضا که دیگه جزو مشهورترین ها هستش. الان شما در نظر بگید همین کاوشگر اخیری که برای مریخ فرستاده شده ربات هستش، اونجا که انسان نمیتونه حضور داشته باشه. بنابراین یک ربات متحرک هوشمند متصل به انواع سنسور هاست که اونجا میتونه چکار کنه؟ کاوش کنه. بنابراین کاوشی که از کاربرد هاشه. کاربرد های دیگه ما مثلا توی ایستگاه فضایی بازوی روباتیک داریم که این بازوی روباتیک برای انجام تعمیرات و حالا یه سری کارها استفاده میشه که اینو مثلا کانادایی‌ها ساختن که اونجا وصله و از راه دور کنترل میشه که بتونه مثلا قطعاتی رو تعمیر کنه، وصل کنه، اضافه کنه. و مفهوم ربات فضانورد رو ناسا داره دنبال میکنه که چون در سفرهای خیلی طولانی دیگه نمیتونن انسان بفرستن، مثلا اگه بخواد از فرض منظومه شمسی خارج بشه و کارهایی انجام بده، بحث سر اینه که ما برای این سفر فضایی که چند سال طول خواهد کشید بتونیم ربات فضانورد داشته باشیم. اینا چیزایی که البته من شنیدم و میدونم. خیلی متشکرم جناب دکتر. من شنیدم انقدر این وقتتون رو میگیریم دوستان. خیلی از سخنرانی شما لذت بردن و خیلی هم اینجا تشکر کردن از شما و من خواستم که حالا سوالاشون رو تا اونجایی که امکان هست جواب بدید. یکی از سوال دیگه که پرسیدن این هستش که شما اینو فرموده بودین که الکسا و سیری الان تجاری سازی شده، چالش اصلی که فرمودین اگر رفت بشه روباتیک فراگیر میشه به چه صورت هست؟ یعنی محدودیت سخت افزاری داره یا بحث الگوریتم نرم افزاری؟ ببین بحث مکالمه با ربات خیلی خیلی محدودیت داره. یکیش خود همون الگوریتمش هستش که شما الان با الکسا یا مثلا سیری درست مکالمه میکنید ولی پر از اشتباهه. شما نمیتونید این اشتباه ها رو وقتی با ربات روبرو هستید ازش قبول بکنید. یعنی دقت خیلی بالایی مد نظر هستش که الان تکنولوژی هست ولی دقیق نیست. یعنی تکنولوژی مکالمه با ربات، ببین بعضی از تکنولوژی ها ممکن مثلا 80% دقیق باشه، بگیم او 80%، ولی واقعیت چیه که تا به 90 چند درصد دقت نرسه شما نمیتونید فراگیرش کنید. هنوز این دقت مکالمه با ربات یا کامپیوتر به اون دقت مورد نظر نرسیده، ولی خب خیلی روش کار میکنن. گوگل‌های مثل گوگل روش کار میکنه. بنابراین حالا امیدوارم تو مثلا 5-10 سال آینده این حل بشه. اگه حل بشه میگم واقعا دنیای متفاوتی خواهد بود. الان هم کارهای خیلی خیلی خوبی شده. یعنی من واقعا مثلا گوگل ترنسلیت رو دیدید دیگه، این مثلا یکی از ابزاریه که در نهایت توی همین مکالمه با ربات توی یه ماجولش قرار میگیره. شما در نظر بگید مثلا 10 سال آینده توی یه هتل برید به احتمال زیاد یه ربات جلوتون واسطه باش صحبت میکنید و اون شما رو پذیرش خواهد داد. شما به زبان فارسی خواهید گفت، اون به زبان فارسی جواب خواهد داد. اجزایش هست ولی دقتش کافی نیست.
همین دقتی هم که الان داریم بچه دقت کنید، این نیست که دیروز کار کرده باشن، 30 سال دانشمندان دارن کار میکنن رسیدی به این دقت. قطعا اگه 10 سال 15 سال بیشتر کار کنن دقتش به حدی میشه که دیگه ارزان و قابل حصول باشه. خیلی متشکرم. یه مقدار سوال بچه‌ها زیاد ما سکریم، سوال متعدد رو از خدمت شما بپرسیم. به عنوان آخرین سوال، یکی از چیزایی که حالا مشترکاً بچه‌ها پرسیده بودن که به قولی ورود رباتیک و ماشین لرنینگ تو ایران به چه صورت هست، به چه چشم‌اندازی تو حوزه‌های مختلف و سلامت و چیزهای دیگه خواهد داشت. ببینید، من یادم یه بار تو ایران صدا سیما این سوال ازم کرد، من اینجوری جواب دادم بهش. ما انقلاب سنتی شد، اون موقع ملت ما خواب بودن، نفهمیدیم آمد رفت. بعد انقلاب آیتی و کامپیوتر شد، ما یه ذره دویدیم دنبالش. من یادم مثلا مرکز تحقیقات مخابرات ایران کامپیوتر میساخت، مانیتور میساخت، صفحه کلید میساخت، همین چیز خودش میساخت. ما اونجا داشتیم کار میکردیم، یه روز دیدم که مانیتورهای ساخت ایران گذاشتن کنار، مانیتورهای تایوانی اومد. بعد صفحه کلیدا رو گذاشتن کنار، صفحه کلید نمیدونم ژاپنی اومد. بعد کامپیوترهای ساخت ایران رو گذاشتن کنار، کامپیوترهای خارجی اومد. و بعد ما از این قطار آیتی عقب موندیم، یعنی نتونستیم سوارش بشیم، جا موندیم. ما رو انداختن بیرون، نه که انداختن بیرون، جا موندیم، یه قطار رفت ما جا موندیم. الان انقلاب رباتیک و هوش مصنوعی چون اولشه، چون سرعتش کمه، ما میتونیم خودمون رو آویزونی این قطار کنیم باهاش بریم. ما اتفاقا جزو کشورهایی هستیم که خیلی رباتیک توش فراگیره، به خاطر مسابقات رباتیک که هر سال برگزار میشه. ما علاقمندان خیلی زیادی توی دبیرستان، توی حتی مثلا مهد کودک ما میبینیم بچه ها رباتیک کار میکنن تا مقطع دکترا. الان وقتی که ما بچسبیم به این قطار و با هر بدبختیه خودمون رو آویزون و سوار این قطار کنیم، خیلی روک بگم بهتون، اگر خیلی کم مثلا 4-5 سال دیگه بگذره، این قطار اونقدر سرعت گرفته که ما اگه سوارش نشده باشیم دیگه نمیتونیم به دویم سوارش بشیم. الان من بهتون میگم که آویزون این قطاریم، یعنی دیدید تو این فیلم آویزون قطار میشن پشتش میرن، الان اونجوری داریم میریم. یه ذره تند بشه افتادیم و بعد هی نگاه کنیم، بعد مثلا بگیم واو چینی ها اینو ساختن، آو کره ای ها اینو ساختن، ما هم اینجوری. من در خدمتتون هستم، اگر نکته دیگه هست بفرمایید. خیلی متشکرم از شما، فکر می‌کنم که حالا زمان زیادی هم از شما گرفتیم. خیلی تشکر ویژه‌ای داریم از اینکه به هر حال تو همه مشغلاتون این زمان رو به ما اختصاص دادید. و خیلی هم حضوری که حالا تو لایو استریم دوستان بودن، که حالا حدود فکر می‌کنم 200-300 نفر در جلسه همراه ما بودن، خیلی لذت بردن. و حالا ما سعی کردیم اکثر سوالا رو بپرسیم، ولی دیگه می‌دونید متأسفانه بعضی وقت زمان به ما اجازه نمیده. هرچند ما ایمیل شما رو در اختیار دوستان گذاشتیم، بچه‌ها میتونید تو قسمت لایو استریم ایمیل جناب دکتر رو ببینید. و حالا همونطور که گفتن، اگر سی وی واسه پروژه ها میخواید خدمتشون ارسال کنید، اگر سوالی دارید باهاشون در ارتباط باشید. مجددا متشکرم. اگر که صحبت پایانی دارید میتونید بفرمایید. بله، من اول از شما به خاطر برگزاری خیلی منظم و خوبش تشکر میکنم، خیلی عالی بود. یعنی من نکاتی یاد گرفتم از شما تو برگزاری، خیلی جالب بود. بعد هم به دوستانی که علاقمندن، توصیه‌ام اینه که عنصر زحمت رو همیشه در نظر داشته باشن. ببینید، آرزو کردن و دوست داشتن کافی نیست. ما اینکه مثلا آرزو کنیم، مثلا میگم فلان چیز رو داشته باشیم، بهش نمیرسیم، باید براش خیلی زحمت بکشیم. رشته رباتیکی و هوش مصنوعی هم همینطوره. اگر میخواید چیزی بشید، یادتون باشه که خیلی زحمت میخواد. درس بخونید، سعی کنید سواد خیلی خوبی داشته باشید، چون خیلی سواد بالایی میخواد. رقبای شما خیلی دانشمندن، این رشته نیست که با سواد کم مثلا بشه توش کاری انجام داد. درس بخونید، خوب بخونید، زحمت بکشید و آینده رباتیک و هوش مصنوعی. من از شما تشکر میکنم، شما و در واقع حضار گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم، با امید موفقیت و سلامتی همیشون.